در حالی که تنها چند هفته از خبر خودکشی یک کودک 11 ساله به دلیل فقر شدید می‌گذرد، این بار یک دختر دانش آموز 13 ساله به دلیل نداشتن توان مالی برای خرید موبایل یا تبلت خودکشی کرده است. هوشمند میرفخر گزارش می‌دهد. خبر خودکشی پرستو جلیلی آذر، دانش آموز 13 ساله در روستای نازلو واقع در استان ارومیه، ابتدا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و رسانه‌های محلی گزارش دادند که این دختر به دلیل نداشتن تلفن همراه یا تبلت به عنوان ابزاری ضروری برای آموزش از راه دور خودکشی کرده است. مقام‌های محلی از جمله آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی نیز ساعتی بعد خودکشی این دختر جوان را تایید کردند. چند هفته پیش خودکشی یک کودک کار 11 ساله اهل شهرستان بردستان در استان بوشهر به نام سید محمد موسوی زاده رسانه‌ای شد که به گفته مادرش به دلیل نداشتن گوشی هوشمند برای حضور در کلاس‌های درس مجازی خودکشی کرده بود. پیشتر نیز در فروردین ماه امسال خودکشی یک دختر بچه 12 ساله اهل هلیلان در استان ایلام به دلیل فقر و ناتوانی در تهیه لباس عید خبرساز شده بود. اخبار این خودکشی‌ها بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته و آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ثروت کشور خود را به جای مردم صرف حمایت از گروه‌های تروریستی و بی‌ثبات‌سازی در خاورمیانه می‌کند. ایالات متحده همچنین بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آن را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. هوشمند میرفخری، صدای آمریکا.